زدیم اومدیم جریان جدایی و همین رو هم که قبلا گفتم اومدیم جلو که به برنامه داریوش رسیدیم. داریوش هم همین بار همین ولرزد اشرف چه بلایی سر ما بود. داریوش هشت بود زندان. داریوش خوش نمید بود چی اصلا رفته زندان. همین آقا بهروز وثوقی همین حرکات ها رو کرد. حالا در اون موقع ولرزد اشرف تقریبا خوش یه قدرتی بود. بهروز هم که ملیجکش بود. بعد از همه برنامه چی شد که جریان بهروز اشرف اومد با ما قاطی شد. منو میخواست تو خونش آشتی بده. گفت اگه بهروز بیاد جبه رفتم. و خدا اشرف به خاطر همه حرکات ها با من قاطی شده بود. همه خوشش اومده بود. حالا ما کجا و ایشون کجا؟ ما دق و دلی میدونستم این دستور داده زندگی منو جدا کرده، این دستور داده داریوش زندان، همه حرکاتاشو میدونستم. ما رفتیم یه روز فرو خارج نوری ما رو برد خونش. ولرزد میخواست ما رو ببین. بعد از این همه حرفا رفتیم و اتاق مقطعی بود و مشروب و سفره و همه چی چیزه بود. من اومدم پایین بشینم. گفت نه بیا پیش من بشین. تا من اول رفتم کو بادیگاردت، کو هفتیرت، کو قمر. فرو گفت خانوم این حرفا چیه؟ اومدم پایین بشینم. گفتم بیا آقا. شب دوم باز تکرار شد همین برنامه. شب سوم همینطور مام. منم تازه مثلا شروع کردم یه خود مشروب خوردم. بلدم نبودیم چجوری مشروب بخوریم. یه ضرب بخوردم. گفت میدونیم تو چیز بخوریم. ما اون شب چند تا دیگه خوردیم. دست بالا ارزد رفت رو پای ما. دارم رو پای ما. یکی مهمونا رفتن. ما همینطور نشستیم خدا چی بگیم؟ یه گفت فروخ این قربانی چی حالیش نیست؟ چی مالی نیست؟ حتی خندیدم. فروخ اومد گفت میخوای همینجا استراحت کنیم، اتاق آماده است، برین اتاق من هست. من گفت چه این من باید برم خونه؟ گفتم نه باید برم. گفت ده حالا بریم و دست بار رفتیم. منم مشروب خورده بودم چیزی به حالیم نبود. گفتم میدونی چیه من اصلا نمیتونم اینطوری مثلا سکس داشته باشم. گفت هر کاری بخوای بکنی. گفتم من باید اول یک کاری بکنم. گفت بعد کاری من بکنی من دوست دارم. من هم یه چک گذاشتم دو گوشش افتاد رو تخت. کمرم هم کشیدم های بزن داد میزد فروغ. فروغ با چی شد؟ خلاصه به اون نشونی فرداش ساواک من خواست. کسی که با من صحبت میکرد اون منو میدید من نمیدم. گفت چرا این کاری کردی؟ برای چی؟ گفتم خودش گفت بزن منم زدم. یارو خندش گرفت. گفت دیگه این کارا نکن درست نیست. میدید با کی طرفی؟ گفتم منم خودش گفت بکن منم زدم. خلاصه داستا حالا نگو این خانوم این حرکت خوشش اومده بوده. دیگه حالا هر شب اومد فروغ بشی قربانی رو بیار. اونجا برم من کار زندگی دارم. دیگه بهروز وثوقی رفت کنار. ما چوب آقای بهروز وثوقی رو اینطوری هم خوردیم، اینطوری هم انتقام کشیدیم. خود بهروز وثوقی هم میدونه چه کارهایی کردیم باش. و گنگ بازی در کار هنری، در محیط هنری، خانم پوران و روشنزاده و بهروز، اینا توی گنگ
کوک بودن. نمیخوام بگم کیا رو تو این کوک آلوده کردن، پورانی که چش نداشت کسی شهرتش بالاتر از اون باشه، همه رو گرفتار کرد. بر خدا هم جزاشون رو داد دیگه، هم من انتقامم اونجا گرفتم، اما خدا هنوز سیگارم نکشتم، مشروب خوردم، سیگار لب نزدم، نه چیزایی دیگه، نه هیچ. برای همینم هنوز خاطرات تو مغزم هست و خیلی راحت دارم باهاتون صحبت میکنم. داروش جان، همین دوستانی که دقیقه ثانیه بغل شما میشینن و عکسشون این بر اون بره، اینا همون دوستای دشمن و دوستای دشمن الان. شما اطلاع نداری، خودت میدونی که چه بلایی سر اومد. من از دهن خود با لرزت شد گفت من گول بهروز خوردم. خود با لرزت چند دفعه معذرت خواهی کرد، با گوگوش ازدواج کرد، بعد 2 سال خونه گوگوش گرو گذاشت، 2 میلیون گرفت، رفت سینما سیلور سیتی رو خرید، 2 تا قسط داد مایی 100 هزار تومن، گوگوش طلاق داد، سینما سیلور سیتی رو فروخت، اومد امریکا، گوگوش مون با قسط 100 هزار تومن، نمیتونست بده. خود گوگوش میشنوه که من دارم چی میگم. این آقا اینه، از شهرت گوگوش استفاده کرد، از پول گوگوش استفاده کرد، از خونه گوگوش استفاده کرد، 1000 جور کسافتکاری هم کرد. الان شما تو جامعه بهش عزت و احترام میذارید. این آقا عزت نداره، احترام نداره. این پول بچه من خورده و خانم گوگوش برعکس اونم همین حرکت های زیبای عقده‌ای و دم و تشکیلات خودش رو ادامه داره میده. خانم گوش برو به عقب. خودت برای من داستان رو تعریف میکردی، تو بار بابات با خانوما بود، تو پشت بار میخوابیدی، حتی ساندویجت هم که میذاشتن زن بابات بیخورد، تو کاشی ها میخوابیدی، تو برادرت فریدون برای همین روماتیسم پا گرفته بود و فوت کرد، یادت را؟ حالا همین سرنوشت رو خواستی به بچه هم 10 بار به من نگفتی من نمیخوام سرنوشت بچه هم این سرنوشت من بشه، چرا کردی؟ چرا الان همین کار رو داری برای نوهات میکنی؟ کمی خجالت بکش.